محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان از سمتش کنار می رود. انفجار بالون گاز در خوز یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. ایران دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد. ماجرای گریه های شکریه بارک زهید بنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام وقتتون بخیر، به یک از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان از سمتش کنار می رود. اشرف صاحب کابل نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان گفته است که پس از 3 سال انجام وظیفه از سمتش کنار گیری می کند. محمد صادق نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان روز چهارشنبه در یک پانش تویتی نگاشته است که پس از نزدیک به 3 سال از دولت پاکستان خواسته است که زمان آن رسید تا به فعالیت های شخصی مربوط به خانواده کتاب زراحت کشاورزی و محیط زیست تمرکز کند. او افزوده است من از نخست وزیر و زین احمان برای حمایت صمیمانه از من به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان سپاسگزارم. انفجار بالون گاز در خود یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. اشرف صاحب خود منابع محلی در خود از انفجار بالون گاز در این ولایت خبر میدهد. منابع از این ولایت میگن که پس از 4 روز چهارشنبه دیهود در نتیجه انفجار بالون گاز در شهر خود یک مرد کشته شده و 2 کودک زخمی شدند. منابع افزودند که این انفجار در ساحه عده سابق کابل از مربوطات حوزه اول امنیت شهر خود در مقابل یک هتل رخ داده است. ایران دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد. وزارت امور خارجه ایران دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرده است. حساب کاربری وزارت امور خارجه ایران در توییت پس از 4 روز چهارشنبه 1 مارس در توییت به نقل از ناصر کنهانی سخنگوی این وزارت از اخراج دیپلمات های آلمانی خبر داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که دیپلمات های آلمانی به دلیل اقدامات مداخله جویانه این کشور در امور داخله و قضای ایران اخراج شدند. هنوز هویت دیپلمات های اخراج شده آلمان از ایران معلوم نیست. کنعانی افزوده است که ایران در برابر زیاده خواهی های مقدرانه عمل خواهد کرد. آلمان هنوز به اخراج دو دیپلماتش از سوی ایران واکنش نشان نداده است. و در اخیر ماجرای گریه های شکریه بارکزی از زبان سعیدی با عرض سلام می خواهم صادقانه اگر قدر با دوستان شریک سازم. 2-3 روز به این سو در صفحات اجتماعی اشک ریختن خانم شکریه بارکزی دیده می شود. تعدادی از دوستان میگن که اشک ریختن خانم بارکزی به خاطر تحویل سفارت افغانستان در ایران بوده، ولی حقیقت چیز دیگر است که با شما شریک می سازم. یک تعداد خانم های افغان در شهر ژنوای سوئیس به خاطر حقوق زنان تظاهراتی را برای انداخته بودند که من هم حضور داشتم. در آن تظاهرات خانم ها در ادامه را نمایش می دادند که یک طالب چادری را بالای زن می انداخت و او را با قمچین می داد و می گفت درس و تعلیم برای تو اجازه نیست، تو باید در خانه بشینی و حق بیرون رفتن را نداری. اما خانم از زیر چادری عذر می کرد که قدر لط و کوب و مجازات می کنی بکن، ولی بگذار تا من به مکتب بروم، چون مکتب جای انسانیت است. اما طالبان به او اجازه نمیداد. در همان صحنه خانم شکریه بارکزی و یک تعداد خانم ها دیگر اشک ریختندند. حقیقت این بود که خدمت شما عرض کردم آنچه که در رسانه ها انعکاس یافته دور از حقیقت است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.